بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدان الله حمد و ستایش از آن خدای بزرگ او که ما را به مسیر توحید و حق هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم بعد سلام خدمت حضار محترم دوستان عزیز خبر درگذشت دوست و برادر عزیزمون جناب مختابا حقیقتا دل همه ما رو شکست من به نوبه خودم به خانواده ایشون همسر و فرزندشون بازماندگانشون و همینطور دوستان بنیاد توحید عرض تسلیت دارم ان الله که خداوند صبر خودش رو بر خانواده این عزیز از دست رفته ارزانی بداره و اون بزرگ رو دوست خوب ما دوست عزیز ما رو در جوار رحمت خودش غفران خودش با انبیاء و صالحان محشور کنه همونطور که اعلام شد عنوان صحبت امشب من آینده ایران و نظام روحانیت در ایران هست صحبت امشب من سبقه الهیاتی نداره برخلاف اونچه که من معمولا در بنیاد در خصوصش و در زیل سخن میگم این صحبت امشب من رو شما میتونید ببرید ویر مجموعه علم سیاست یا تاریخ سیاسی ایران معاصر برها صحبتی است که فکر میکنم شنیدنش برای شما عزیزان خالی از لطف نباشه بر روی در آستانه ساردوز انقلاب پنجا و هفت هستیم و این صحبت به هر حال هم نسبتی داره تناسبی داره با ساردوز انقلاب پنجا و هفت همینطور با این جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران خب هر ساله در سالروز انقلاب پنجا و هفت حکومتی ها و میراسخاران آن انقلاب انقلاب پنجا و هفت رو انفجار نور می نامند این تعبیر است که شما فراوان می در تبلیغات و حکومتی در چنین روزهای انفجار نور و فرارسیدن سالروز انقلاب رو به هم تبریک میگن اون رو جشن میگیرن و حتی اون رو دهه فجر مینامند اما کثیری از مردم ایران با این ارزیابی موافقتی ندارند دهه فجر رو دهه زجر مینامند و فکر میکنم خود این تعبیر دهه زجر داوری این بخش از جامعه ایران رو به خوبی توصیف میکنه برخی کسانی که در سطح انقلاب پنجا و هفت بودند معتقدند که انقلاب منحرف شد به باور اونها انقل... قطار انقلاب بر روی ریلی در ابتدا حرکت میکرد ظاهرا به سوی سرمنزل دموکراسی حکومت قانون مردم سالاری رشد و توسعه همه جانبه و بعد ناگهان یک سوزنبان بدتینتی در رسید خلف وعده کرد و قطار را انداخت بر روی یک ریل دیگری و این قطار روی این ریل جدید ایران رو برد به این وضعیت فلاکتباری که ما امروز شاهدش هستیم در حالی که به باور من در انقلاب پنجا و هفت اصلا انحرافی صورت نگرفت آنچه صورت گرفت یک تصفیه بود نه انحراف بله بخشی از کسانی که در بدنه انقلاب پنجا و هفت بودن مثل میلیون روشن فکران مذهبی و غیره اندک اندک تصفیه شدند و ما این تصفیه شدن رو نباید به حساب انحراف انقلاب بگذاریم من در حوزه تاریخ و سیاست رئالیست هستم رئالیزم اساسا میگوید که آنچه در یک برهه در یک مقطعی از تاریخ یک جمعی اجتماعی رخ میده همانی است که میتواند رخ بده این خیلی نکته حائز اهمیتی هست آنچه رخ میدهد همانی است که میتواند رخ بدهد به عبارت دیگه مجموعه عوامل امکانات و ظرفیت های اون جامعه بر روی هم اون آوتکام رو تولید میکنند از همه، از بین همه ممکنات پاسیبیلیتی ها اون یکی که تحقق پیدا میکنه همان است که اون مادر میتواند در اون شرایط ویژه بزاید لذا اینکه شما میبینید امروزه فراوان انقلابیون گذشته اما و اگر میکنند اگر که فیلمستر رهبر انقلاب فلانی بود اگر مشاور رحمت انقلاب پلان بود اگر محمد شاه پهلوی چه می کرد فلان می کرد ببینید این اما و اگرها رو به قول اون تعبیر آمیانه ما ایران پارزی زبان ها باید گذاشت در کوزه و آبش رو خورد این اما و اگرها مطلقاً معنای محصلی نداره اینها از همین جنس منتال اکسرسایز هایی هست که ما انجام میدیم انقلاب پنجا و هفت با اون رهبری که داشت یعنی آقای خمینی و با تشکیلات اصلیش که مردم رو سازماندهی میکرد یعنی شبکه مساجد که در تصرف روحانیت شیعه بود چیزی جز آنچه که امروز ایران هست نمیتوانست بزاید و این لب به لباب اون چیزی هست که درکیست که من از انقلاب 57 دارم ببینید آقای خمینی مطلقا یک فرد مجهول و نبود که ناگهان در نفلشاتو سر برآورد مثل کسیری از این اپوزیسیون قلابی در خارج از کشور که شما ناگهان در این تلویزیون ها و مطبوعات خارج کشور میبینید تبلیغشون رو میکنن و ما در این همه سال اصلا اسم اونها رو هم نشنیدیم آقای خمینی که مطلقا چنین وضعی ای نداشت ایشون رزومه داشت تعلیفات داشت سابقه مبارزاتی داشت فقط کافی بود کسی به خودش زحمت بده صحبت ایشون رو خوب بهش توجه کنه کتاب هایشون رو مطالعه کنه اون وقت دیگه روزه شکدار نمی گرفت آقای خمینی سالها قبل از انقلاب در نجف کتاب ولایت فقیه رو نوشته بود کتابی که در ایران تحت عنوان نامه از امام کاشپل قطع منتشر شد و در این کتاب آقای خمینی خیلی به زبان بسیار شفاف و واضح نظام حکومتی مورد قبول خودش رو توضیح داده و میگوید که من به دنبال تشکیل چه حکومتی هستم آقای خمینی قبل از انقلاب در گفته هاش در نوشته هاش آشکارا از شیخ فضل الله نوری دفاع میکرد ببینید شیخ فضل الله نوری اسم رمز هست اسم رمز مخالفت با مشروطیت هست شیخ فضل الله نوری نماد مخالفت با هر چه هست که انقلاب مشروطه به دنبالش بود و آقای خمینی آشکارا از ایشون دفاع میکرد شیخ فضل الله نوری نمیدونم تا چه اندازه شما عزیزان با او آشنایی دارید آرایش رو میدانید شیخ فضل الله نوری وقتی که میخواست از واژه آزادی در صحبتهاش استفاده کنه تعبیر کلمه خبیسه آزادی رو به کار میبرد یعنی نمیگفت آزادی میگفت کلمه خبیسه آزادی یعنی در تصور شیخ فضل الله نوری آزادی یک امر پلید هست یک امر خبیس هست یک امر منفور هست به سراحت شیخ فضل الله میگفت که کسی حق نداره هرچی که دلش میخواد بگه میگفت که آزادی بیان و مطبوعات که از غذا از مهمترین مطالبات مشروط خواهان بود مخالف شرع هست و آقای خمینی به سراحت از شیخ فضل الله نوری دفاع میکرد خود آقای خمینی و سایر روحانیون که با انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی مخالف بودن یکی از موارد مخالفتشون با انقلاب سفید اعطای حق رأی به زنان بود مخالف بودن که زن باید در ایران حق رأی داشته باشه خب اینا که توضیح واضحاته من دخوام در بیان این هستم که توضیح بدم آنچه که در ایران اتفاق افتاد در سال 57 نباید کسی رو شوکه بکنه آنچه که شما امروز در ایران میبینید مطلقا نباید برای کسی شوکه آور باشه که قطار از قطار انقلاب از ریلش منحرف شد ببینید این من رو در رو کنار بذاریم فقیهان ما تاریخن براشون محل تشکیک بوده که اصلا زن انسان محسوب میشه من نمیخوام سر این خون به متعفن رو امشب باز کنم و آرای فقیهان مسلمان رو درباره زن برای شما اینجا بگم کتاباش که هست امروز در مسافرت های خارجشون برخی اوقات روحانیون وقتی که به سفر خارج میرن با زنان غیر مسلمان دست میدن و اگر شما از اونها بپرسید که خب این کار مگر حرام نیست مگر دست دادن با زن حرام نیست پاسخ اونها این هست که بله حرام هست برای زن ولی این زن ها حیوان هستند یعنی دست دادن با اینها مستاق مس حیوان هست این صحبت ها رو جدی بگیرید و اینا شوخی نیست من در نوبت پیش هم که در جمع شما عزیزان بودم فکر میکنم این مطلب رو توضیح دادم که به باور من انقلاب پنجا و هفت یک هیولایی رو در جامعه ایران بیدار و فعال کرد The revolution in 1979 awakened and unleashed a monster in Iran. اون حیولا روحانیت سیاسی شده بود. اون حیولا روحانیتی بود که خواستار اجرای احکام شرع بود حکومت مشروعه طلب می کرد که همین نظام جمهوری اسلامی هست خب این که چرا در سال 57 در ایران انقلاب شد چه عواملی موجود به شکلگیری انقلاب شد محل مناقشه است در این زمینه آرا و دیدگاه های متعارض کم نیستند اما به باور من هرچند که عوامل انقلاب محل مناقشه هست میوه ها و محصولات انقلاب مطلقا جای بحث و مناقشه نداره ببینید این جلسه ای که امشب من و شما درش حضور داریم این میوه انقلاب پنجا و هفت هست این که من و شما که مسلمانیم عامل به دین هستیم امروز در ایران خودمون زندگی نمیکنیم این بهترین تایید بر این گفته من هست که انقلاب یک حیولا رو در ایران بیدار کرد و اون روحانیت سیاسی شده بود و میوه اون حرکت هست همین هست که میبینیم محصولاتش خیلی باید برای همه ما آشکار باشه این نیازی به بحث و جدل نداره ببینید در این من حالا فعلا در مقام مقدم چینی برای اون صحبت اصلیم هستم که آینده ایران آینده ای اسلام و نظام روحانیت در ایران چیست این مقدمه مهم هست ببینید در این دور اخیر از اعتراضات خیابانی معترضان شعارشون چی هست شعار اصلی اونها زن زندگی و آزادی است من وقتی که به این شعار نظر می کنم اون زن و آزادیش خیلی برای من جای تعجب نداره حضورش در این شعار مطالبات مربوط به زن حقوق زن جایگاه زن و همینطور آزادی حقیقتا نیاز به تعمل نداره اما با صد اما عنوان و واژه زندگی در مطالبات معترضان حقیقتا جای شگفتی داره مطالبه زندگی نرمال چهل و چهار سال پس از پیروزی انقلاب حقیقتا شگفت آور بلکه شک آور هست که یک مردمی چهل و چهار سال پس از انقلاب خواستار چی هستند زندگی امروز وجدان عمومی جامعه ایران معترض هست به اینکه انقلاب پنجاب و هفت و نظامی که از دل اون بیرون آمد زندگی نرمال رو از یک ملتی ستانیده و این به باور من مهلکترین شکواییه علیه انقلاب پنجاب و هفت هست من به خاطر ندارم که ایرانیان هیچگاه هیچگاه از حکومتشون مطالبه حق زندگی کرده باشند ما نه در دوران پهلوی چنین مطالبه ای رو از حکومت داشتیم نه در دوران قاجاریه هیچگاه خیلی این نکته که الان من ترک کردم فوق العاده نکته مهمی هست و اینها رو باید جدی گرفت اینا همه میوه های انقلاب پنجا و هفت هست بر روی حاجت به بیان نیست که آینده ایران در چنین وابیلایی در حاله از ابهام هست هیچ کس نمیتونه به زیر قاطع بگه که ایران پنج سال ده سال دیگه چه وضعیتی خواهد داشت آیا یک فروپاشی اجتماعی سیاسی خواهد بود هر جمعش خواهد بود گذار آرام به یک نظام دموکراتیک خواهد بود سافت لندینگ خواهد بود نو can tell تل sure. معلوم نیست که در این دریای پورتلاتوم چه بر سر این سرزمین کهن بیاد اما حتی کسانی که در درون حاکمیت هستند معترفند که وضعیت کنونی در ایران قابل دفاع قابل دوام نیست این رو حتی حکومت هم بخشی از حکومت هم اقرار میکنه اونها هم به سراحت بعضیاشون میگن که تغییرات بزرگ در راه هست کسیری از تحلیلگران داخل ایران این روزها من میشنوم که به سراحت میگویند که برگهای های پایانی آخرین فصل کتاب جمهوری اسلامی در حال ورق خوردن هست به هر حال بله علم خداوند میدونه که این سردمین چه سرنوشتی خواهد داشت اما در این وابیلا فکر میکنم سوالی که مطمئنا در ذهن هر ایرانی مسلمان میگذره این هست که اسلام در ایران آینده چه سرنوشتی خواهد داشت اگر جمهوری اسلامی برود چه بر اسلام خواهد رفت چون به هر حال یکی از پیامدهای زیانبار انقلاب پنجا و هفت گره خوردن اسلام و حکومت بود و این گره خوردن اصناف مشکلات رو برای دین و برای دینداران ایجاد کرده از همین رو طبعا سرنوشت اسلام در ایران به نوعی با سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده ببینید در سال 1356 یعنی یک سال اندی قبل از اولین اعتراضات در قوم آیا در مخیله کسی می گنجید که چهل و سال بعد موقعیت دین اسلام در ایران اینقدر شکننده باشه اینقدر متزلزل باشه من اینو بارها در سخنرانی هام گفتم با مدرک و دلیل همین حرف رو میزنم هیچ قومی در تاریخ اسلام به اندازه ایرانی ها به اسلام خدمت نکرده به فقه به حدیث به کلام به عرفان هیچ قومی حتی قوم عرب این حرف رو من با دلیل و مدرک میزنم بحث شعار احساسی نیست آیا واقعا در مخیله کسی خطور میکرد که چهل و چهار سال بعد از اولین حرکت اعتراضی در دوران پهلوی من نوعی حمید انتظام در جمع شما نگرانی خودش رو از موقعیت شکننده و متزلزل اسلام در آینده ایران بر زبان بیاره حاکمان جمهوری اسلامی روحانیون دولتی دین و ایمان مردم ما رو خرج قدرتشون کردن نه فقط ایران رو ویران کردن ایمان مردم رو نیز ویران کردن روزی که محمد رضا شاه پهلوی از ایران رفت قدیمی ترها یقینا به خاطر دارند مسجدهای ایران پر بودند من جمله از جوانان و امروز در زل نظام ولایی شیعه مسجدهای ایران خالی است به ویژه از جوانان هر آنچه که من تا الان گفتم تو همین یه جمله خلاصه میشه اگه میخواید ببینید در ایران چه رفت در این چهل و چهار سال فقط به مسجدها نگاه کنید ببینید این رو من به عنوان یک پژوهشگر خدمت شما عرض می کنم نه به عنوان یک شعار سیاسی در تاریخ بلند ایران از دوره هخامنشیان و ساسانیان گرفته تا امروز هیچگاه ایرانیان به اندازه اصر جمهوری اسلامی دینگوریز نبودند دین ستیز نبودند ما ایرانی ها یکی از بنیانگذاران اندیشه خداپرستی در تاریخ بشر بودیم ما دین زرتشت رو به بشریت دادیم این حرف من نیست حرف کسانی است که درباره تاریخ دین در نوع بشر پژوهش کردند اونها میگن که ایرانی ها از پیشتازان خداشناسی و اندیشه دینی بودند و ما متاسفانه بعد از انقلابی که به نام اسلام در ایران صورت گرفت حالا مردمی داریم جوانانی داریم دینگوریز دین ستیز. در تاریخ ایران در هیچ عصری به اندازه عصر حکومت روحانیت شیعه در ایران خدا و ایمان بیابرو نبوده اینها آبروی خدا رو بردند و این, شاهکاره، این شاهکار این روحانیت سیاسی شیعه در ایران هست بدون تردید بدون تردید در ایران پسا جمهوری اسلامی دین به طور اعم و اسلام به طور اخص روزگار سختی خواهد داشت طوفان در راه است. سخن گفتن از دین عین شنا کردن بر خلاف مسیر آب خواهد بود در ایران فردا چرا من این حرف رو میزنم شعار هست به هیچ وجه به هیچ وجه دختران دبستانی دختران دبستانی که امروز روسری های خودشون رو آتش میزنند نوجوانانی که هزار هزار به زندان می روند و بعضا شکنجه می شند اینها پدران و مادران نسل فردای ایران هستند شما توقع دارید که اینها مهر اسلام مهر و محبت قرآن مهر و محبت محمد و علی و فاطمه رو در دل فرزندانشون بکارند بسی خیال باطل زهی خیال باطل You are naive if you think so جمهوری اسلامی با نفرتی که از اسلام در دل این کودکان و نوجوانان میکاره متاع دین رو در ایران فردا کم مشتری میکنه. و با این مقدمه ای که عرض کردم امیدوارم شما عزیزان به اهمیت موضوعی که امشب میخوام به اون بپردازم به پی برده باشید شما حتی اگر با دلایل من با استدلالات من موافق نیستید امیدوارم دست کم پیرامون موضوع محوری صحبت امشب من اندیشه کنید و همین که شما اندیشه کنید مراد من حاصل هست خب ببینید عنوان صحبت آینده اسلام و نظام روحانیت در ایران یک مقالطه ای رو در دل خودش داره There is a fallacy embedded in the title of my lecture tonight What is that fallacy? اون مقالطه چی هست؟ اون مقالطه این هست که گویی اسلام و نظام روحانیت در هم تنیده هستند سرنوشت این دو با هم گره خوردن شوربختانه این مقالطه یک بدفهمی شایع و رایج در نزد همه هست هم در بین دینداران و هم در بین لامذهبان یعنی غالبا میپندارن که اسلام و نظام روحانیت یکی هستند چرا چون که بر این پندار باطل روحانیون متخصصان دین هستند دین هم یک فنی از فنون هست معرفتی از معارف هست و نیاز به تخصص داره نیاز به متخصص داره و جامعه روحانیت اهل فن هستند اونها متخصص دینند. پس بنابراین هر آنچه که روحانیت میگوید همانی است که دین هست این یک مقالطه هست که در اتفاقا در عنوان صحبت امشب من هم مستطر هست این ادعا اصلا مال خود روحانیون هست یعنی روحانیون ما داعیشون این هست که اصلا ما سخنگوی اسلام هستیم آقای خمینی به سراحت می گفت. این جمله ای که الان براتون میارم عین عبارت آقای خمینی در سخنرانی خودش در دوم خرداد 1358 در تهران هست که در کتاب صحیفه نور که سهنرانی های ایشون و نوشتارشون رو جمع آوری کرده اعلامی هاشون این موجود هست آقای خمینی میگفت که آخوند یعنی اسلام آخوند یعنی اسلام روحانی، روحانیین و اسلام در هم مدقمند این عین عبارت آقای خمینی است آخوند یعنی اسلام روحانیین و اسلام در هم متقمن یعنی واقعا روحانیون ما اصلا چنین درک و تصوری از منزلت خودشون دارن اینکه یک فرد روحانی درباره منزلت سنف خودش مبالغه کنه خب جای تعجب نداره اما واقعیت این هست که اسلام مطلقا نظام روحانیت نداره این یک واقعیت هست نظام روحانیت با این طول و عرضی که شما امروز بینید حدود دیوی سال بیشتر قدمت نداره یک چیز جدید و تأسیس هست تا دوری من یه چند دقیقه درباره این توضیح بدم که این مقالطه قدری آشکارتر بشه ببینید در 900 سال اول اسلامی ما اصلا چیزی به اسم روحانی نداشتیم یعنی از در, گفت در, گفتبان مسلمانان 900 سال اول اسلامی اصلا واژه روحانی وجود نداشته ما واژه عالم دین داشتیم واژه فقیه و متکلم داشتیم اما عالمان دین فقیهان متکلمان اینها یک گروه مشخص اجتماعی نبودند یک طبقه نبودن یک سنف نبودن اینا تمرکز سازمانی نداشتند. اما از دوران صفویه بدینسو رفته رفته یک تشکیلات دینی در جامعه شیعه ایجاد شد سازماندهی پیدا کرد و بعد این تشکیلات اصلا درآمد ویژه‌ای هم پیدا کرد و بعد نام و عنوان نظام روحانیت بر خودش گذاشت نظام روحانیت یک سازمان بروکراتیک هست The clergy system is a bureaucratic organization یه تشکیلات اداری است مثل هر تشکیلات بروکراتیکی نظام روحانیت شرح وظایف داره آداب و رسوم داره لباس پوشش آرایش ویژه داره از اون مهمتر سلسله مراتب داره نظام آموزش ویژه داره در طول این دیوی سال اخیر هست که یک چنین تشکیلات بسیار کامپلکس پیچیده و وسیعی در جامعه شیعه ایجاد شد نظام روحانیت چند در همه ادیان در همه ادیان نه فقط در تشیع چند ویژگی مهم داره اجازه بدید من دو تا از ویژگی های نظام روحانیت رو اینجا برای شما ذکر کنم فراموش نکنیم که صحبت درباره چی هست آینده نظام روحانیت و اسلام در ایران این دو تا ویژگی برای بحث امشبمون خیلی مهمه درباره نظام روحانیت ویژگی اولش روحانیت در همه ادیان از راه دین ارتزاق میکنه از چه طریقی اینها معیشت خودشون رو تأمین میکنن از راه علم و عمل دینی من همین دیروز در روزنامه های اینترنتی چاپ ایران یک خبری رو میخوندم که یکی از مسئولان حکومت گفت که در مدارس امروز ایران بیش از پنجاب و هفت هزار پیشنماز داریم Can you picture that? و هفت هزار امام جماعت خب اینا که لله نمیرن نماز بخونن اینا حقوق میگیرن اینا مواجب میگیرن اینا حقوق بگیر دولتن یعنی برای علم دینی عمل دینی پول میگیرن این اصلا فرق فارق بین روحانی و غیر روحانی است همین اشتراک در شیوه ارتزاق و معیشت هست که از روحانیون یک سنف می سازه ما سنف بزازان داریم سنف تلافروشان داریم سنف چشم داریم سنف معلمان داریم و البته سنف روحانیون وجه مشترک هر سنفی اشتراک در شیوه معیشت هست اشتراک, اشتراک در راه ارتزاق هست به عبارت دیگه آنچه که پیامبران مجانی به مردم میدادند روحانیون بابتش پول میگیرند در قرآن کریم نزدیک به 20 بار 20 تایمز نزدیک به 20 بار از زبان پیامبر اکرم و سایر پیامبران آمده قل قل لا اسالکم علیه اجرا پیامبر خودت به مردم بگو لا اسالکم علیه اجرا از شما هیچ مزدی نمیگیرم این تعبیر دست کم 20 بار در قرآن تکرار شده از زبان شخص شخیص رسول اکرم و سایر پیامبران همانی که مولانا هم در مصنبی شریف آورده هر نبی گفت با قوم صفا من نخواهم مزد پیغام از شما هر پیامبری به قوم خودش می گفت من بابت ابلاغ پیام الهی از شما مزدی نمیخوام مولانا در دیوان قزلیات حرف خیلی عمیق نکته لطیفی رو ذکر میکنه که پیامبران طبیبند طبیبند منتها فرقشون با اطبای امروز میدونین چیه که طبیبان الهی مجانی شفا میدند یعنی بابت تب... طب... پول نمیگیرند طبیبان فسیحیم که شاگرد مسیحیم بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم طبیبان الهیم ز کس نخواهیم که ما پاک روانیم نه تما و پلیدیم پس بنابراین این اولین ویژگی مهم نهاد روحانیت در تمام ادیان هست در اسلام در مسیحیت در یهودیت در آیین زرتشت هیچ فرقی نمیکنه ارتزاق از راه دین ویژگی دوم روحانیت که اینجا مایلم ما بهش بپردازم این هست که روحانیت در همه ادیان متولی دین هست متولی یعنی چی؟ یعنی سرپرست سرپرست روحانیون دین رو ملک شخصی خودشون میدانند It's private property private ownership of religion. That's what the clergy system is all about in every single world religion. وقتی که آقای خمینی می گفت آخوند یعنی اسلام منظورش دقیقا همین بود منظورش دقیقا همین بود یعنی آخوند و اسلام یک حقیقت واحدند فقط آخوند میتواند بگوید اسلام چیست مسلمان کیست چه کسی خارج از اسلام هست فقط در فقط در عهده روحانیون هست فقط اونها شایستگی دارند که بگویند اسلام چه میگوید اونها سخنگویان رسمی دینن این دادگاه های تفتیش عقاید اینکویزیشن که امروز شما در ایران میبینید برآمده از همین تلقی باطل آخوند یعنی اسلام هست این دادگاه های تفتیش عقاید در ایران دقیقا برآمده از این تلقی باطل هست که اسلام یعنی آخوند مطمئنم همه شما در اخبار شنیدید یکی دو ماه پیش اسلام پژوه و قرآن پژوه ما آقای مصطفی حسینی تبا در دادگاه محاکمه شد و به هشت سال زندان محکوم شد هشت سال زندان چرا که آراء آقای مصطفی حسینی تبا با آراء روحانیون شیعه همخوانی نداره این پیر مرد هشتاد و هفت ساله به هشت سال زندان محکوم شد آیا آقای تبا طبع قرآن آتش زده بود؟ آیا او مسجدی رو تخریب کرده بود؟ آیا آقای حسینی تبا متعرض جان و مال و ناموس مردم شده بود؟ خیر هیچ شما برید و در روزنامه های ایران که این خبر مال یکی دو ماه پیش هست کیفرخواستی که در دادگاه علیه آقای تبا نوشته شده رو مطالعه کنید من چند تا از جرم های آقای تبا رو برای شما میگم که مجازات اون جرم ها هشت سال زندان هست در سن هشتاده هفت سالگی اولیش ترویج عقاید زاله یعنی چی؟ معنای این جرم این هست که حرفهای آقای تبا تبایی مردم یعنی گوسفندانی که در طبیله روحانیت هستند رو گمراه میکنه اون وقت دیگه آخوند نمیتونه از شیر و پشم و گوشت این گوسفندان تغذیه کنه ولذا این گوسفندهای ما اگر گمراه شدند این یه جنایت هست ترویج عقاید زاله دقیقا معناش همین هست که الان خدمتتون گفتم دومین جرم ایشون بنابر اون کیفرخواست پخش شبهات هست این شبهه هم یکی از اون تعبیرات قریبیش که روحانیون خیلی به کار میبرند پخش شبهات به عبارت دیگه معنای این پخش شبهات این هست که آقای تبا تبایی سوالهای ناجور میکنه چک در کلاه مردم می اندازه. این مردم زبان بسته مردمی که فاقد عقل و تشخیص هستند رو به شک می اندازه و این کار غلطی هست باید جلوش گرفته بشه اتهام بعدی تضعیف مبانی شیعه یعنی آقای تبا طبع با این سوالاتی که طرح میکنه و حرفهایی که میزنه و استناداتی که به قرآن میکنه مبانی تشیع رو تضعیف میکنه ای وای بر اون تشیعی که آیات قرآن زیر پاش رو خالی کنه اون که اصلا دین نیست که شما دارید تضعیف ولایت فقیه اموری از این قبیل این دادگاه های تفتیش عقاید در ایران از دل همون تصور باطل رأی باطل آخوندنی اسلام بیرون میاد به عبارت دیگه عزیزان دادگاه های تفتیش عقاید با زبان بیزبانی میگویند که روحانیون شیعه نمیتوانند با دلیل و برهان و منطق مردم و مخالفان عقیدتی خودشون رو اقناع کنند روحانیون شیعه دلیل کافی ندارند برهان قوی ندارند منطق قوی ندارند نمیتونند مخالفین رو اقناع کنند لذا ناچارند ضعف معرفتی خودشون ضعف منطقی خودشون رو با بگیر و ببند رفو کنند اگر از دلیل روحانیون ما کم می آورند از زور و زورگویی کم نمی آورند این اصلا معنای این دادگاه های تش... تفتیش عقاید همین هست خب با این توضیحی که الان دادم اینکه نظام روحانیت که اسلام نظام روحانیت نداره کلیسا نداره به لحاظ تئوریک دست کم میتوان آینده اسلام در ایران رو تفکیک کرد از آینده نظام روحانیت در ایران من این روزه رو برای شما خوندم که به اینجا برسم که دستکم به لحاظ تئوریک میشه آینده اسلام در ایران رو جدا کرد تفکیک کرد از آینده نظام روحانیت در ایران تضعیف نهاد روحانیت شیعه در ایران لزوما به تضعیف منزلت اسلام در بین ایرانیان منجر نخواهد شد. غروب آفتاب اقبال به نظام روحانیت شیعه در ایران لزوما به معنای غروب آفتاب اقبال به دین در ایران نخواهد بود. مرحوم دکتر علی شریعتی هم از قضا در اواخر عمرش به همین نتیجه رسیده بود اونایی که با آثار مرحوم شریعتی آشنایی دارن میدانن که اون بزرگوار در اواخر عمرش بلکل از نظام روحانیت شیعه قطع امید کرده بود بلکل قطع امید کرده بود که روحانیت شیعه بتواند اندیشه دینی معرفت دینی جامعه ما رو اصلاح کنه به تواند خراف زدائی از دین بکند در یکی از آخرین گفتگوهای خودش در سال 1357 یعنی چند ماه قبل از فوتش یک گفتگوی خصوصی داشت با چند تا از دوستانش او گفت ما من عین جمله شریعتی رو برای شما میخونم که گفت با مرگ روحانیت رسمی ما اسلام خوشبختانه نخواهد مرد با مرگ روحانیت رسمی ما اسلام خوشبختانه نخواهد بود شریعتی در یکی از نامه هایی که به مسئولین حسینی ارشاد نوشته بود نامه ای اگه اشتباه نکنم خطاب به مرحوم میناچی و مرحوم همایون یک جمله ای را آورده بود من اسم اینش رو برای شما میخونم و این تیزهوشی، ذکاوت و آینده بینی شریعتی رو به خوبی برای ما آشکار میکنه در اون نامه نوشته این در مجموع آثار شماره یک با مخاطبهای آشنای شریعتی هم هست اونایی که میخوان برن بخونن صفحه 141 شریعتی میگوید اسلام فردا اسلام ملا نخواهد بود اسلام فردا دیگر اسلام مفاتیح نیست اسلام قرآن هست مذهب فردا دیگر مذهب جهل و جور و تعصب و عوام و کهنگی و تلقین و عادت و تکرار و ضعف و ذلت نخواهد بود و من فکر میکنم شریعتی پیشگویی درستی کرده و این دقیقا استنباطی است که من از آینده ایران خواهم داشت خب حالا اجازه بدید در حوصله وقتی که داریم به اختصار درباره آینده نهاد روحانیت در ایران و همینطور آینده ای اسلام در ایران در حدی که من میفهمم و به ذهنم میرسه یه توضیحاتی با شما عزیزان در میان بذارم اول آینده نهاد روحانیت در ایران ببینید بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی آقای خمینی یک مجتهد شیعه بود کما بیش همه مجتهدان همه فقیهان شیعه در ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی رو تایید و امضا کردند و مهمترین رکن قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه هست همه اونها اینو امضا کردن هرچند که مراجع تقلید شیعه قبل از انقلاب عمدتا غیر سیاسی بودن و حتی از حرکت آقای خمینی در سال 42 و همینطور 57 جانبداری نمی کردن این یه واقعیتی هست قالب روحانیون تراز اول ایران از با انقلاب 57 موافق نبودند اما وقتی که نسل کهنسال مجتهدان شیعه مثل آقای شریعت مداری فوت کردند این نسل جدید مجتهدان و فقیهان تراز اول حوضه های علمیه پشت نظام جمهوری اسلامی ایستادند به استثناء افراد خیلی خیلی اندک شماری مثل مرحوم آقای منتظری اما اکثریت پشت نظام جمهوری اسلامی استادن از امکانات بی حد و حصر اقتصادی این نظام بهره ها در بدنه این نظام خدمت کردند و کما بیش بر عمل کردها بر سیاست گذاری های این نظام سهه گذاشتند. حتی در مواقعی هم که نظام خیلی اوریان خیلی آشکار مردم به جان آمده رو سرکوب میکرد در خیابان ها مثل همین چند ماه گذشته مجتهدان شیعه عمدتا سکوت کردن هم در ایران و هم در عراق سکوت کردن و سکوت علامت رزاست سکوت علامت رزاست وقتی که شما در بر آقای سیستانی وقتی که شما سکوت میکنید وقتی که مقلدان شما برای شما نامه می نویستن از استفتاع می کنن که آیا دفاع از خود وقتی که کسی به شما در خیابان حمله می کنه پلیسی نیروی انتظامی حمله می کنه آیا من محق هستم از خودم دفاع کنم وقتی که آقای سیستانی پاسخ این استفتاع رو نمیده معناش چی هست؟ سکوت علامت رضا هست خودتون رو گول نزنید ای hey, نگید انشاءالله گربه بود آینده ی نهاد روحانیت در ایران چه خواهد بود؟ حالا هم که تشت فساد تشت اختلاس های نجومی حاکمان و وابستگانشون از پشت بام افتاده هر از چندی مجتهدان و فقیهان درجه اول مثل ناصر مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آمولی یک انتقادات خیلی خفیف و نرمی از حکومت می حتما شما آشنایی دارید با نحوه تعذیر برخی از خطاکاران رو که فقهای شیعه میگن بالمثل به جای تازیانه چند تا تره و اینها بردارید بزنید درست شد حالا این مجتهدان شیعه هم با همین تره و سبزی حکومت رو تعذیر میکنن اما همواره رأس حرم یعنی ولایت فقیه رو از کل نظام مدیریتی کشور جدا میکنن انتقادات خوب این دفعه دیگه وقتی که یک فرد روحانی در ایران به حکومت انتقاد میکنه خوب توجه بکنید به حرفاشون اینا همواره انتقادات خودشون رو روانه میکنند به سوی عمله جزء به سوی عمله خورد پای نظام همین همین چند روز گذشته آقای جوادی آمولی آقای جوادی آمولی از فقیهان دولتی ما انتقادات خیلی تندی کرد به چه کسانی مسئولین بی ارزه یه هم خوشحال شدن که بالاخره روحانیت دیدار شد و انتقاد کرد روحانیون هم دارن به صف معترضی آقا جان به صف کی میپیمندن گوش کن آقای جوادی آمولی چی میگه این عین گفته ایشون هست 26 ده هنوز هنوزم صحبت ایشون در روزنامه های اینترنتی چاپ تهران هست آقای جوادی آمولی میگه خطاب درباره مسئولین بی ارزه ایشان میگوید کد داشتن رهبر خوب یک طرف قضیه هست رهبر اگر علی ابن ابی طالب هم باشد مادامی که مسئولین بی ارزه باشند و در جامعه اختلاس نجومی باشد شکست حتمی است شکست ما حتمی هست چرا؟ به خاطری که مسئولین خ... عمله خوردپا عمله جزئی اینا بی ارزه هستند نمیتونن به فرامین رأس هرم درست توجه کنند این جناب جوادی آمولی یک دور تفسیر قرآن داره 60 70 جلد ایشون آقای جوادی آمولی خیلی با ذکاوتم هست هستا مور از ماس میکشه از آقای جوادی آمولی باید پرسید برادر مگر در نظام جمهوری اسلامی همه نهادهای حکومتی ابزاری در دست ولی فقیه نیستند مگر در نظام جمهوری اسلامی امکان داره چیزی بی اذن ولی فقیه به جنبه چطور میشه که مسئولان بی ارزه که مطیع مطلق ولی امرند عمل کردشون ربطی به همه کاره نظام نداشته باشه آقا برادر مگه شما داری با قوچ تیلیت میخورید؟ با توجه به اینکه روحانیت شیعه و نظام جمهوری اسلامی به تعبیر آقای خمینی در هم متقمند یعنی نظام جمهوری اسلامی همون روحانیت شیعه در ایران هست این واقعیت رو اگه ما بپذیریم اون وقت من باید بگم به باور من بدون کمترین تردیدی بزرگترین بازنده ی هر گونه جابجایی قدرت در ایران نظام روحانیت شیعه خواهد بود اینها بزرگترین بازنده هر گونه جابجایی قدرت در ایران خواهند بود چرا چون جمهوری اسلامی مزین به نام اونهاست ممهور به مهر اونها هست بله امروز رأس حرم جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران خودش رو پاسخگو نمیدونه اما بدون تردید در برابر تاریخ ایران پاسخگو خواهد بود باید پاسخگو باشه در برابر تاریخ ایران تاریخ این سرزمین کوهن که به این راحتی نخواهد گذشت خب البته به باور من نظام روحانیت شیعه در ایران از بین نخواهد رفت من چنین آینده ای رو بینی نمی کنم همونطور که کلیسای کاتولیک با اون کارنامه زشت با اون کارنامه سیاهش در قرون وسطا حتی در فرانسه لایک هم از بین نرفت هنوز هم شما در پاریس که میرید کلیسه ها رو میبینید روحانیون رو میبینید در ایران هم به باور من اینطور خواهد بود یعنی حالا مخالفان نظام روحانیت هم تصور نکنند که نظام روحانیت شیعه در ایران بالکل از بین خواهد رفت نه اما و اما که میزان مقبولیت عمومی میزان تاثیرگذاری اجتماعی نهاد روحانیت در ایران در ایران فردا بسیار بسیار کمتر از آن است که قبل از انقلاب 57 خواهد قبل از انقلاب 57 داشت لذا به باور من عصر طلایی روحانیت شیعه در ایران خاتمه خواهد یافت The golden age of the clergy in Iran will end. فراتر از اون و این نکته خیلی مهمه که اینجا میخوام بهش اشاره کنم فراتر از اون به باور من مرجعیت تشیع از ایران دوباره به عراق منتقل خواهد شد حالا چند بار مرجعیت شیعه بین ایران و عراق رفت آمد کرده الان حداقل در این 60 سال گذشته مرجعیت شیعه در ایران بوده و حالا برای اونایی که خیلی هم با تاریخ دوران پهلوی آشنایی ندارن جناب پادشاه آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی اتفاقاً از کسانی بود که جزو عوامل آمدن مرجع، انتقال مرجعیت شیعه از عراق به ایران بود آقای بروجردی رو ایشون به ایران آورد و با آمدن آقای بروجردی مرحوم آقای بروجردی به ایران در حقیقت مرجعیت شیعه دوباره از عراق به ایران آمد به باور من در دوران پسا جمهوری اسلامی مرجعیت تشیع دوباره به عراق برخواهد گشت چون ایران آینده قطعا سکولار خواهد بود بدون کوچکترین شک و تردید و فضای سکولار ف... فضای عرفی فضای مناسبی برای رشد و جولان نظام روحانیت نیست ببینید حالا اینو من بدون رو درواسی عرض می کنم قصد تخفیف مردم عراق رو هم ندارم ولی یه واقعیتی هست عراق عراق امروز به لحاظ فرهنگی به لحاظ رشد فکری اجتماع مثل ایران دوران قاجاریه هست عراق امروز به لحاظ فرهنگی و رشد فکر اجتماعی مردمش درست حالت ایران دوره قاجاریه رو داره سطح گفتمان عمومی و همینطور سطح گفتمان دینی در عراق بسیار بسیار نازل هست خب در یک چنین محیطی روحانیون بهتر خودشون رو میتونن بر امکانات جامعه سوار کنن از این روز که من به باور من مرجعیت تشیع به عراق نقل مکان خواهد کرد اما و اما توجه داشته باشید که عراق تاریخا مرکز قلات شیعه بوده قلات جمع قالی هست دیگه دو تو اگزاجوره تاریخا عراق پایگاه قلات شیعه بوده من فکر میکنم یه دو سه سال پیش در همین بریان توحید یه صحبتی داشتم تحت عنوان تاریخچه قلوف در شیعه و اونجا این مطالبو برای عزیزانی که حاضر بودن ذکر کردم این سخنرانیش در وبسایت منم هست تاریخ قلوف در شیعه در یوتیوبم هست میتونید بهش رجوع کنید در اونجا من توضیح دادم که عراق تاریخا مرکز قلات شیعه بوده برعکس ایران و همین قم قم قم, قم در قرن چهارم و پنجم هجری بزرگترین پایگاه مبارزه بر علیه قلات شیعه بوده و متاسفانه گفتمان مسلط شیعی در آینده گفتمان عراقی خواهد بود گفتمان گفتمان عراقی شیعه گفتمانی است که اصلا با فلسفه میانه خوشی نداره با عرفان میانه ای نداره اتفاقا همین اواخر آقای سیستانی صریحا به طلاب میگفت که شما از فلسفه دوری کنید واسه فلسفه یعنی سنت عقلی لذا یکی از ناگوارترین طبعات منفی جمهوری اسلامی برای گفتمان دینی شیعه همین قلبه قلات خواهد بود در آینده اما این نظام کوچک شده روحانیت در ایران آینده چالش مالی فراوانی خواهد داشت و این برای جامعه روحانیت فوق العاده محل نگرانی باید داشته باشه چالش مالی ببینید با روی کار آمدن جمهوری اسلامی دولت مهمترین منبع مالی نظام روحانیت شیعه در ایران شد این دستگاه عریض و طویل حوزه های علمیه دستگاه های تبلیغاتی اینا بیشترش از بودجه دولت میچرخه وقتی در ایران سکولار آینده مستمری دولت از یک طرف قطع بشه و از طرف دیگه تعداد کسانی که وجوهات شرعی می پردازن اندک باشه در اون واویلا هست که بحران مالی روحانیت فرا خواهد رسید. عصر طلایی روحانیت اصری بود که روحانیت با بازار سنتی ما حالت دوقلو داشتن. The traditional بازار این ایران فایننس د شیعیت کلرجی روحانیت شیعه در ایران همواره بازار سنتی بوده درست حالا به دشواری میشه تصور کرد این نسلی که امروز در دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه ها امام پرانی می در ایران فردا اینها به روحانیون وجوهات شرعی بدن موقوفاتی که تحت کنترل روحانیون امروز قرار دارند این هم به باور من مبن... منبع مالی قابل اتکایی برای اونها نیست چون در یک حکومت سکولار اصلا ممکن موقوفات رو ضبط کنن یا دست کم حکومت خودش مدیریت موقوفات رو به عهده بگیره در دوران اونایی که با تاریخ ایران آشنایی دارن میدانن که در وقتی که نادرشاه افشار روی کار آمد خب نادرشاه سنی مذهب بود یکی از کارهایی که کرد موقوفاتی که به خصوص در دوران صفبیه در ایران زیاد شده بودن و محل امرار معاش روحانیون شده بودن اصلا اون موقوفات رو ضبط کرد نادرشاه و لذا شما اصلا تعجب نکنید که در یک آینده سکولار دوباره در ایران چنین اتفاقاتی بیفته یعنی میخوام بگم که روحانیت روحانیت شیعه در ایران روی موقوفات هم نمیتونه خیلی حساب باز کنه در اعتراضات اخیر همونطور که میدانید کسیری از هنرمندان با مردم معترض همراه شدند به خصوص زنان هنرمند در داخل ایران یه تعدادیش که به همراهی مردم روسری ها رو برداشتند گیسوانشون رو بریدند در همین اسناب جناب وزیر ارشاد دولت آقای رئیسی خطاب به اون هنرمندان گفت که شما بهتر است دنبال شغل و کاسبی جدیدی بگردید به نظر میرسه که جناب وزیر ارشاد باید همین توصیه رو هم برای روحانیون در ایران پردا داشته باشه به هر روی این درکی است که من از آینده نظام روحانیت در ایران دارم یعنی اون چه که من میپهمم اون چه که بر ذهن من تدایی میکنه همین حد که خدمت شما گفتم و اما آینده ای اسلام آینده ای اسلام این هم نکته است به هر حال و مطمئنم همه شما عزیزانی که به هر حال باورمند به اسلام هستید و دل در گروه این دین دارید حساسید نسبت به آینده ای اسلام در کشورتون ببینید از دوران مشروطیت به دین سو یک رگه ای از اسلام ستیزی رگه ای از اسلام ستیزی در بین روشنفکران ایرانی شکل گرفت حالا جای بحثش اینجا نیست اما هدف مشروطیت نوسازی ایران مادرنیزیشن ایران بود اصلا پروژه مشروطیت در ایران فقط یه پروژه سیاسی صرف نبود بلکه هدف کلیتر مشروط خواهان نوسازی ایران و مادرنیزیشن ایران بود و البته برای این نوسازی اقتباس میکردن از تجربه اروپا به ویژه از تجربه فرانسه خب بسیاری از روشنفکران متجدد فرهنگ مذهبی رو مانع پیشرفت میدانستند و این فرهنگ مذهبی که در بین مردم شایع بود حامی و پاسدار اصلی چه کسی بود جامعه روحانیت شیعه اینها بودند که پاسدار همین فرهنگ مذهبی بودند و از همین رو این روشنفکران فرنگ رفته اصر مشروطیت به بعد همواره با جامعه روحانیت شیعه به طور اخص و اصلا با اسلام به طور اعم مشکل داشتند و تا امروز همین اسلام ستیزی رو شما به ویژه در بین خارج روشنفکران خارج نشین می توانید ببینید این بخش از روشنفکران ایرانی در برابر اسلام یا این فرهنگ مذهبی مردم یک ایدئولوژی جدیدی رو تأسیس کردند یک ایدئولوژی ناسیونالیستی ای نشنالیستک ای این ایدئولوژی جدید و تأسیس ناسیونالیستی روشن ما بر حول استوره های کوهن ایرانی میچرخه و همین ایدئولوژی امروز به قوت به خصوص در خارج از کشور ترویج میشه در این ایدئولوژی باز میگم جای بحث عمیقش امشب نیست فرصتش نیست اما در این ایدئولوژی اساطیر شاهنامه فردوسی پادشاهان ساسانی به ویژه کوروش کبیر خیلی برجسته هستند من اینو سریع خدمتتون ارز کنم کورش این تایفه بیشتر به یک قدیس مذهبی شبیه هست تا یک زمامدار تا یک پادشاه دیدید که در سال روز در روز کورش کبیر در ایران ادهی میرن دور آرامگاه کوروش شم روشن میکنند و مینشینند و یعنی همون کاری که در امامزاده ها میکنند ببینید این ایرانی جماعت همینطوره دیگه قدیس سازی درست مثل امام حسینی که تدریجا در بین شیعیان به ویژه شیعیان ایرانی ساخته شد امام حسین تبدیل شد به یک شخصیت استورعی یک حاله ای از قداست بر گرد امام حسین تنیده شد این امام حسینی که شما امروز در تکیه ها در مناسبت های آشورا میبینید همین امام حسین استورعی هست درست شد عینا همین امر رو این ناسیونالیست های دو ایرانی با کورش کبیر کردن و حالا کورش برای اونها دقیقا همون حالت یک قدیس مذهبی رو پیدا کرده پروژه این اسلام ستیزان فقط سیاسی نیست دا. یعنی اینطور نیست که اونها فقط به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی باشند بلکه پروژه اونها یک بعد فرهنگی هم داره اون بود فرهنگی چی هست؟ اخراج اسلام از ایران از بعد از دوران مشروطیت یکی از مهمترین یکی از مهمترین ابعاد پروژه این روشن فکران اخراج اسلام از ایران بوده امید اینها این هست که در یک ایران سکولار این خواست اونها تحقق پیدا کنه اما به باور من این اسلام ستیزان این اسلام ستیزان معیوز خواهند شد خواب اونها تعبیر نخواهد شد چرا که به باور من ریشه درخت اسلام در ایران بسی تنومندتر عمیقتر و مستحکمتر از آن است که این گروه تخمین میزنند من اجازه بدید یکی دو تا دلیل در اثبات این رأی خودم برای شما بیارم در آخرین دور اعتراضات گسترده خیابانی در ایران بدون تردید دو استان در ایران پیشتاز بودند اون دو استان کدوم هستند سیستان و بلوچستان و کردستان درست میگم بیشترین اعتراضات در این دو استان صورت گرفت گسترده ترین تظاهرات در این دو استان بود اصلا مرحوم محسا امینی که اصطلاحا میگن جنبش ژینا این اصلا مال کردستان بود کردتبار بود بیشترین تعداد جانباختگان در این دور اخیر اعتراضات در همین دو استان ایران بودن این دو استان ایران چه ویژگی مشترک دارن اکثریت هر دو سنی مذهبند و از اون مهمتر خیلی هم مذهبی هستند این دو استان ایران خیلی هم مذهبی هستند ایران الان دارم میگم ها نه قبل از سال 57 در سیستان و بلوچستان تقریبا همه اعتراضات پس از نماز جمعه رخ میده امام جمعه زاهدان مولوی عبدالحمید بدون تردید بر جسته ترین رهبر در داخل امروز ایران هست یعنی اگر یکی قراره یه رهبر رو شناسایی کنه که یه بخش به هر حال بزرگی از جامعه ایران دنبالش هستند جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان هست من وقتی که ویدیوهای مولوی عبدالحمید رو نگاه میکنم یادم میفته به آقای خمینی در نفلشاتای پاریس همون داستانه همون داستان هست اعتراضات سیستان و بلوچستان رو روحانیون سنی دارن رهبری میکنن قریب 20 درصد از جمعیت ایران سنی مذهبن این دینگوریزی که شما امروز شاهدش هستید در بین شیعیان هست نه سنی مذهبهای ایرانی و این خیلی نکته در خور توجه هست این دینگوریزی هم به سبب عملکرد روحانیون دولتی شیعه هست همین موردی که الان من ذکر کردم درباره سیستان و بلوچستان و کردستان حالا اینو میتونید تسریش بدید به سایر مناطق سنی نشین در ایران مثل خوزستان و غیره خواب اخراج اسلام از ایران رو تعبیر نخواهد کرد این خواب روشن فکران اسلام ستیل تعبیر نخواهد شد حالا اضافه کنید بر این مورد محبوبیت فوق العاده مولانا حافظ اتار سنایی در بین ایرانیان نه فقط ایرانیان مذهبی ایرانیان لا مذهب این بزرگانی که الان من اسم بردم محبوب القلوب در نزد همه ایرانیان هستند و این بزرگان همگی زاده حضور اسلام در ایرانند همه این بزرگان بخشی از حضور اسلام در ایرانند اینطور نیست که حضور اسلام در ایران فقط جامعه روحانیت شیعه رو پرورش داده باشه خیر این بزرگان هم زاده حضور اسلام در ایرانند و تا این بزرگان در چشم و دل مردم ایران عزیزند اسلام در ایران هرگز نخواهد مرد اما اینجا خوبه که حالی چند دقیقه دیگه وقت دارم من به سرعت دو تا نکته دیگر رو هم در ارتباط با آینده ای اسلام در ایران آنگونه که من میفهمم برای شما ذکر کنم نکته اول من فکر می کنم در ایران آینده تسنن مذهب تسنن موقعیتی بهتر از دیویستی ست سال گذشته خودش خواهد داشت یک موقعیت برتر و برجسته اهل سنت در ایران خواهند داشت خب میدانید که قبل از دوران صفویه اکثریت ایران اینها سنی مذهب بودند. جمعیت های شیعه در یه جاهایی مثل ری و کرمان و قم و گیلان و مازندران و اینجاها بودند ولی اکثریت مردم ایران سنی مذهب بودند. به باور من اه، اهل سنت در آینده ایران یک حضور پررنگتری خواهند داشت چرا؟ چون در اصر جمهوری اسلامی اهل سنت نه تنها پاره ای از حاکمیت نبودند که حالا باید پاسخگوی تاریخ آینده ایران باشند بلکه اصلا شدیدن مورد ستم و تبعیض بودند جمهوری اسلامی هیچگاه به اهل سنت اجازه نداد که در تهران مسجد از خودشون داشته باشند از همین رو دلبستگی و علایق دینی اهل سنت نه تنها در این چهر چهار سال آسیب ندید بلکه به واسطه تهدیدات بیرونی این دلبستگی خیلی هم شدیدتر شده روی کار آمدن یک حکومت سکولار که در برابر دین بیطرف باشه حکومتی که در اون مذهب رسمی وجود نداشته باشه بدون کمترین تردیدی یک خبر خوش برای اهل سنت در ایران خواهد بود به اونها فرصت یارگیری بیشتر میده فرصت گسترش بیشتر در ایران رو به اونها خواهد داد و اما نکته دوم بله به باور من اسلام در ایران از بین نخواهد را اما بدون تردید ایران آینده یک دوره دین ستیزی و اسلام ستیزی سازمانیافته خواهد داشت سازمانیافته الان در خارج از کشور خب اسلام ستیزی خیلی زیاده در داخل ایران هم به هر حال دهنکجی به خصوص جوانان به دین و اسلام زیاد میکنن اما این هنوز حالت متمرکز و سازمانی یافته نیست در یک ایران سکولار اسلام ستیزی و دین ستیزی خیلی حالت سازمانی یافته و ارگانایست خواهد داشت در یک حکومتی که آزادی بیان آزادی مطبوعات رو رعایت کنه اون وقت مقالات علیه اسلام کتاب ها ضد اسلام نوشته خواهد شد سمینارها برگزار خواهد شد و البته گوش شنوا هم به برای این حرف فراوان خواهد بود و خب زمینه این گوش های شنوا هم بدبینی نسل جوان ایران نسبت به اسلام هست که از طبعات استبداد دینی هست من فکر می کنم ایران در آینده یک وضعیتی شبیه فرانسه خواهد داشت اگه من در تجربه اروپاییان تجربه ای که اروپا در قرون وسطا با روحانیت مسیحی داشت بخوام یک کشور رو آیدنتیفای بکنم که به باور من ایران فردا خیلی به اون شبیه خواهد بود اون کشور فرانسه خواهد بود میدونید که فرانسه یک کشوریش که لایتیسیته در اونجا اصلا بنیاد حکومت است لایتیسیته که یه لفظ فرانسوی هست بسی بیشتر از سپریشن آف چرچ اند استیت هست چه که ما در آمریکا داریم سپریشن آف چرچ اند state جدایی دین از دولت این یه بخش به نسبه کوچکی از ایدئولوژی لایتیسیته لا هست که در فرانسه ایدئولوژی رسمی حکومت هست ببینید در فرانسه دین ستیزی یه شکل اوریانتر داره دین ستیزی و دین ستیزان خیلی آفنسیو هستند تهاجمی هستند اونها از یک موضعی طلبکارانه با دین و دینداران برخورد میکنند. دلیلش میدونین چیه؟ ایستادگی کلیسای کاتولیک فرانسه در برابر تغییرات سیاسی در قرن 18 هم. ایستادگی کلیسای کاتولیک در برابر دموکراسی و مطالبات آزادی مردم فرانسه اون خاطرات تلخ قرن 18 هم هنوز با مردم فرانسه هست و به باور من ایران فردا از یک جهت خیلی شبیه فرانسه خواهد بود روحانیت شیعه هرچه بیشتر در برابر مطالبات دموکراتیک و آزادی مردم ایران مقاومت کنه اون دوره اسلام ستیزی آینده طولانی تر و تلختر خواهد بود و اما نکته سوم و نکته پایانی عرائزم نواندیشان دینی که این برادر کوچکتون هم جزوی از اون نهله هست در ایران سکولار فردا زمینه مساعدتری برای فعالیت خواهند داشت خب میدونید که در عصر جمهوری اسلامی نواندیشان دینی ما چیزی شبیه مرتدها نجسها تلقی می شدن. یعنی این برادر کوچکتون از منظر روحانیت دولتی حاکم بر ایران نجس تلقی میشه نواندیشان دینی ما خودی تلقی نمیشن اما در یک ایران سکولار این نهله نواندیشان دینی زمینه مساعدتری برای فعالیت خودشون خواهند داشت تحت فشار نخواهند بود و از اون مهمتر از اون مهمتر به باور من نواندیشان بزرگ دینی نقش بسیار مهم و حساس و خطیری برای ماندگاری اسلام در ایران خواهند داشت این بار بر دوش نواندیشان دینی ما خواهند بود این بزرگان باید خودشون رو برای ایفای اون نقش آماده کنند من وارد جزئیات نمیخوام بشم چون متاسفانه وقتش نیست حالا در یه فرصت دیگه ای فکر میکنم موضوع خوبی برای صحبت باشه ببینید یکی نو پروژه نواندیشی دینی در این یکصد سال گذشته زو وجوه بوده وجوه مختلفی داره یک وجه مهم پروژه نواندیشی دینی در یک ست سال گذشته در ایران بست و تعمیق مدرنیته بوده وظیفه روشنفکران دینی ما وظیفه نواندیشان دینی ما چی بوده؟ یکی از وظایفشون تعمیق و گسترش مدرنیته بوده سرعت بخشیدن به سکولاریزیشن ایران بوده شما اینو میدونستین امثال خود من خیلی آگاهانه این پروژه رو دنبال کردن نو اندیشان دینی ما هدفشون این بوده یکی از اهدافشون در ایران معاصر ارائه دادن یک تفسیری از اسلام که با دموکراسی با حقوق بشر با جدایی دین از دولت با قانون مداری سازگار باشه و این یعنی تعمیق و بست مدرنیته در ایران یعنی نواندیشان دینی ما آگاهانه به دنبال این امر بودن هدف اونها این بوده که امر عرفی امر عقل عقلی و طبیعی رو در اسلام نشون بدن نشون بدن که امر عرفی امر عقلی امر طبیعی در تجربه وحیانی پیامبر وجود داشته امر عرفی در قرآن وجود داره این که شما میبینید نواندیشان ما مرتبا میگویند که قرآن در دل یک فرهنگ تولد پیدا کرده معناش چی هست؟ معناش همین هست دیگه نشان دادن امر عرفی و طبیعی در بستر وحی به عبارت دیگه نو اندیشان دینی ما یکی از کارهای مهمشون این بوده که بین امر عرفی که همون سکولاریزیشن هست دیگه بین امر عرفی و امر مقدس هم آهنگی ایجاد کنن سازگاری ایجاد کنن و من فکر میکنم نواندیشان دینی ما در این پروژه کامیاب بودن از همین روز که امروز میبینید کسیری از دینداران ایرانی ما مثل خود شما این که در جلسه امشب حضور دارید کسیری از دینداران ما مثل خود شما امروز از دموکراسی سکولار دفاع می کنن. با حکومت دینی مخالفند، این مهم بدون جهد نواندیشان دینی ما ممکن نبود اگر نبود که نواندیشان اندیشان دینی ما این پروژه رو به طور جدی به ویژه پس از انقلاب دنبال نکرده بودند امروز امثال شما عزیزان طرفدار حکومت دموکراتیک سکولار نمی بودید یه نکته دیگر رو هم من ارز کنم خدمت شما این رو شاید کمتر از خود نواندیشان اندیشان دینی ما هم شنیده باشید اونها به زبان نمیارند به زبان نمیارند اما نواندیشان دینی ما ایده اسلام منهای روحانیت شریعتی را رو تحقق بخشیدند. بزرگ طایفه ما مرحوم دکتر علی شریعتی ما که ما نواندیشانی که بر سر سفره‌ای نشستیم که اون عزیز ارشنشین برای ما پهن کرد یکی از ایده های مهم اون اسلام منهای روحانیت بود نواندیشی دینی اون ایده رو به یک واقعیت تبدیل کرده یکی از دستاوردهای های عملی نواندیشی دینی در اسلام معاصر دقیقا این هست اسلامی که نواندیشان دینی ما حامل اون هستند مفسر رسمی نداره اون اسلام متخصص نداره اون اسلام صنف ویژه نداره لباس ویژه نداره در اسلام نواندیشان دینی ما اندام فقه که جامعه روحانیت ما اصلا نمایندگی میکنه فقه رو نمایندگی میکنه اندام فقه در نزد نواندیشان دینی خیلی نحیف است در حقیقت نواندیشی دینی به یک اعتبار اعلان این حقیقت هست که اولا او به این نکته توجه کنید اولا دوران سیطره فقه و فقاهت در اندیشه اسلامی پایان یافته دوران سیطره فقه بر تفکر اسلامی پایان یافته دوما قلمرو مشروع کلم قابل دفاع دین بسی کوچکتر از آن نیست که روحانیون ما قبل از انقلاب 57 می میگفتند جمله آقای خمینی رو قدیمی ترها حتما به خاطر دارن یادتون میاد آقای خمینی در ابتدای انقلاب در سال 57 تا 58 چی میگفت اسلام همه چیز دارد یادتون میاد اسلام همه چیز دارد مراد آقای خمینی این بود که اسلام ایز ای وان استاپ شاپ مثل یه سوپرمارکتی میمونه که شما هرچه بخواهید هر چه نیاز دارید تو این سوپرمارکت پیدا میشه هم حکومت داره هم اقتصاد داره هم اخلاق داره، همه چیز توش یافت میشه نو دینی برای ما به خوبی نشان داد که حوزه قابل دفاع قلم رو دین خیلی خیلی کوچکتر از است که روحانیون میگفتند اسلام همه چیز ندارد و سومین سومین اعلان پروژه روشنفکری دینی و نواندیشی دینی به باور من این هست که از این به بعد معنویت و اخلاق رکن رکین دین خواهد بود نه فقه، نه احکام شرعی بلکه معنویت و اخلاق بنیاد اسلام فردا خواهد بود این پروژه پروژه نواندیشی دینی به باور من در ایران فردا باید ادامه پیدا کنه باید عمق بیشتری پیدا کنه باید بسعت بیشتری پیدا کنه به حول الله و قوته به هر حال صحبت به درازا کشید و طبق معمول من پرچونگی کردم حرف زیاد زدم الله که این صحبتهای من خیلی شما رو در این روز کاری خسته نکرده باشه و دست کم سؤالاتی که من امشب تح کردم امیدوارم برای شما ماری، مایه تعمل و اندیشیدن باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خب صحبت های شما واسه امیدوار کننده بود بیشتر برای من حداقل سویه امید داشت توش امید خب بیشتر میدیدم ولی تغییرات تو نظرتون هست حالا نه دقیقا استیمیشنی که مثلا کی میتونیم ما به اونجا برسیم که این مراحلی که شما توضیح دین چیزایی که توضیح دین در جامعه بعد از بعد اتفاق خواهد افتاد ما مشا... حالا منظورم ما کلا ایرانی ها ببینن مشاهده کنن ببینید اگه منظور شما مسئله دوران آغاز دوران پسا جمهوری اسلامی هست حقیقتا uh, we only can guess و هیچ کسی به ذرت قاطع نمیتونه بگه که اصلا ایران فردا uh, چه وضعیتی خواهد داشت آیا همونطور که من در صحبت من گفتم اینکه ما یه گذار آرام داشت، خواهیم داشت تا لندینگ خواهیم داشت اما من فکر نمی کنم که این تغییر و تحولاتی که حتی خود تحلیلگران وابسته به حکومت هم در ایران خب میگن در مطبوعات ایران هم من میخونم که این تغییرات در راهند و گریزی هم ازش نیست وضع موجود غیر قابل ادامه دادن هست من بعید میدونم در کمتر از یکی دو سال این امر صورت بگیره من فکر میکنم هنوز جمهوری اسلامی حرف در کف خیابان برای گفتن داره همه نیروهای خودش رو بسیج نکرده و این یه مقداری خیلی ساده است که شما تصور کنید که جمهوری اسلامی به قول معروف با چند تا سلام و میدون رو خالی خواهد کرد اما واقعیت هم این هست که این بازم عرض میکنم این مسئله شعار سیاسی نیست هر کسی که یه نیم نگاهی هم به سیاست امروز ایران داشته باشه میدونه که به حال جمهوری اسلامی در بحران ها قرقه هست بحران های داخلی بحران های بین المللی. من فکر میکنم یکی از دلایلی که این کند کرده آمدن تحولات رو در ایران اتفاقا خود کشورهای غربی هستند من فکر میکنم که جهان غرب هنوز به این نتیجه نرسیده که یک گزینه بهتری برای ایران وجود داره خب خیلی سر صدا میکنن مخالفت میکنن اعلامیه میدن نمیدونم این صحبت ها رو زیاد میکنن اما من این حرفها رو جدی نمیگیرم و بر حال نقشی که جهان غرب همواره در تحولات ایران داشته چه در انقلاب پنجاب هفت چه در روی کار آمدن پهلوی ها این قابل کتمان نیست بر حال اونها هم یکی از فاکتورها هستند در هر تحولی که در ایران صورت خواهد گرفت ولی من نمی بینم که اونا به این جنبندی رسیده باشن که موقع مناسبی است برای تغییر و اوضاع در ایران به هر روی من در یک چشمنداز یکی دو ساله این رو بیشتر می بینم م. که این دست کم اگر که این... چون به هر حال ببینید امروز بدون تردید اعتراضات در ایران قدری فروکش کرده اما این باور غلط هست که ما فکر میکنیم که اه... به قول معروف اعتراضات برای همیشه خاتمه پیدا کرده این یک آتش زیر خاکستر هست با یک وضباد جدیدی این آتش شعله بر خواهد شد چیزی حل نشده یکی از مشکلاتی که به باور من حاکمان امروز ایران دارند که, اه, یه تعبیری که همیشه به کار میبرن میگن ما اعتراضات رو جمع کردیم بله جمع کردید ولی بله حل نکردید چیزی حل نشده فقط این مطالبات و اینها هی ای رو هم داره انباشته میشه انباشته میشه به تعبیر انگلیسی زبان ها they only kick the can down the road یه تعبیل مسئله ما در فارسی داریم میگیم ستون به ستون فرجه میگن یعنی خب حالا این اعتراضات فعلا خاموشش کردیم ستون به ستون فرج ببینیم فردا چی میشه خب این که شیوه کشورداری نیست این که شیوه زمامداری نیست به هر حال به باور من این آتش زیر خاکستر هست و من اصلا نمیتونم تصور بکنم به اینکه نظام جمهوری اسلامی در ایران هیچگاه امکان بقا داشته باشه چون که اصلا با سطح فرهنگ جامعه امروز ایران اصلا هم خانی نداره هیچ تناسبی با فرهنگ امروز مردم ایران نداره اصلا با نظم حاکم بر جهان سنخیتی نداره این بحران هایی که شما مرتبا در عرصه بین المللی بین ایران و قدرت های خارجی میبینید دلیلش همین هست یعنی عدم تناسب جمهوری اسلامی با نظم جهانی و لذا اصلا شرایط به نفع این نظامی که پس از انقلاب در ایران به وجود آمد نیست اما اینکه حالا در چشمنداز چگونه هست که این اتفاق رخ خواهد خواد It is anybody's guess. و من جدی نمیگیرم این پیش هایی که یه ادهی میکنن نمیدونم دو ماه دیگه سه ماه دیگه چمه رو جمع کنید این داستان ها به اعتقاد من این اصلا این حرف ها چیز زیر پای محکمی نداره به دست کم من نمیتونم چنین پیش بینی بکنم با سلام خدمت همگی دوستان و عرض تسلیت به خاطر فوت آقای مختاباد و سلام خدمت شما آقای انتظام سوال من اینه که آیا الان وقت این نیست که روشنفکران دینی یه فعالیتی داشته باشن که لاقل بتونن اون آگاهی رو بدن و یه انسجامی بین جوونها و یا کسایی که درد دین دارن ایجاد بشه و یه دلگرمی باشه که لاقل بدونیم که تو این وانفسای گریز از دین یه منشعی هست بله ببینید اگه منظور شما یه کار سازمان یافته هست مثل یه حزب سیاسی که اعلامیه صادر کنن و اینها واقعیت هم این هست که اتفاقا درست قبل از این دور اخیر اعتراضات در ایران ما شاهد یه شکاف به در نواندیشی دینی بودیم خب کما بیش همه شما با اختلافاتی که برادر عزیز جناب دکتر کدیور و برادر عزیز جناب دکتر سروش با هم بر سر مسائلی داشتن اینا رو بالاخره همه شما چون یه اوریان آشکار شده همه شما میدونین دیگه یه همچین شکافی بین نواندیشان دینی ما به وجود آمده و لذا این اول خود یه مقدار باید خود این جامعه نواندیش دینی ما در ایران باید این ترمیم کنه این شکاپ ها و این اختلافاتی که به وجود آمده من خودم اگه یک انتقاد به هم فکران خودم در نواندیشی دینی داشته باشم اون انتقاد این هست که من فکر می کنم یک مقداری ما خیلی به مسائل انتضاعی میپردازیم abstract تا مسائلی که ما به ابتلاع مردم ما در کف خیابون ها هستند، مشکلی که جوانان ما دارند حقیقتا خیلی بحث های در این ده 15 سال اخیر بین نواندیشان دینی ما پیش آمده که خیلی به باور من مفید به فایده برای جامعه دینی ما نیستند برای اون بخش از جامعه ایرانی که به هر حال دقدقه های دینی دارند اونایی که صحبت های منو دنبال میکنن میدونید من در این ده 15 سال هیچ وقت ورود نکردم در این درگیری هایی که در مسئله ماهیت وحی در مکانیزم نزول وحی مسئله دین و قدرت و این صحبت من هیچ وقت واقعا ورود نکردم یکی از دلایلش این بوده حالا شاید یه وقتی من خیلی مفصلتر اگر عمری بود و در بنیاد توحید حضور پیدا کردم درباره اون چه که به باور من باید شاکله نواندیشی دینی باشه توضیح خواهم داد من اساسا در نواندیشی دینی بیشتر از راه شریعتی حرکت میکنم یعنی من ادامه دهنده اون راهی است که مرحوم دکتر شریعتی داره دکتر شریعتی حالا یه میاد اینم خدمت شما نگم ببینید دکتر شریعتی قائل به این بود که اساسا در تعریف روشن فکر می گفت روشن فکر کار پیامبرانه میکنه این خیلی حرف عمیقی هست یعنی که روشنپک همون پیغمبر زمان خودش هست شما نگاه کنید ببینید که پیامبران چه می کردن، یک روشنفکر هم دقیقا باید کار پیامبران رو در جامعه خودش بکنه اول از مسائلی حرف بزنه که مشکلات مردم هستن دوم با زبانی حرف بزنه که مردم می فهمن. شما گاهی اوقات نوشته این نواندیشان دینی ما رو که میخونید این دست کم باید یه پوگولیسان در رشته فلسفه داشته باشید یا اصلا بتونید بخونید که اینا چی میگن این یه انتقاد به باور من یکی از انتقاداتی مسته. که من به نواندیشان دینی ما دارم اینی که اصلا زبانی که شما به کار میبرید این زبان برای توده های مردم ما قابل فهم نیست به خصوص برای جوان ها که دقیقا. هم کم حوصله هستن بله دقیقا ببینید اینا انتقادات دیگه ببینید ما باید حالا من امشب از اهمیت پروژه نواندیش دینی سخن گفتم اما معناش نیست که من انتقاد ندارم به نواندیشان دینی این حالا البته جای طرحش توی مجلس نیست فرصت هم کم هست اما ان شاء الله با عنایت حق در یه زمانی شاید اگر به مناسبت یه گذارم به بنیاد توحید افتاد که مناسبتی هم با ساروز در گذشت مرحوم دکتر شریعتی داشت اصلا شاید در همین زمینه صحبت کنم که اساسا به باور من راهی که باید نواندیشی دینی در ایران سیر کنه اون راه کدوم هست ولی به حال برای اینکه پاسخ سوال شما رو داده باشم من فکر نمی کنم نواندیشان دینی ما الان در وضعیتی باشند که بتونن یک انسجام نسبی بین خودشون ایجاد کنن و یک صدای واحدی باشن در میانه این اعتراض ها. ما به هر حال یک مشکلاتی امروز وجود داره اما خوب است که اونها هم یک موضع بلنسب واحدی اتخاذ کنند درک میکنین چی میگم؟ یعنی بله، بله. که به هر حال نمیگم یه حزب سیاسی باشن چون اصلا حزبیت با نواندیشی با طبع روشن فکری دینی و نوع اندیشه آه. دینی سازگار نیست اصلا اونها نمیتونن چون من یکی از دلایل موفقیت اونها رو گفتم مثل, مثل اونها طبقه روانی نیستن سنف نیستن درست شد؟ بله. ولی... منظور آره من هم نباید. همینه که داری. موضوع حزب سیاسی نیست موضوع این که واقعا آگاهی که این گروه میتونن بدن هیچ کاری دیگه ای از کسی دیگه ای بر نمیاد درسته نه منم موافقم منم هم موافقم همونطور که گفتم یه مقداری ما نیاز به تعدیل داریم ما نواندیشان دینی یه مقدار باید تجدید نظرهایی در ساز و کارهامون انجام بدیم در دقدقه هامون بدیم باز میگم من I can't stop saying it ببینید به باور من من به طبعیت از شریعتی این حرف رو میزنم مهمترین شاکله نواندیشی دینی باید خراف زدائی از دین باشه درست آنچه که امروز به عنوان دین نظام روحانیت شیعه به جامعه عرضه میکنه هیچ نیست الا خرافات الا خرافات این مصیبتی هم که شما در حوضه سیاسی در ایران امروز میبینید بینید برآمده از همون خرافات هست خب سوال اینه آیا واقعا نواندیشان دینی ما در خراف زدایی تو این 20 سال چه کردن؟ بله؟ ما چی کردیم؟ هیچگاه ادرس کردیم؟ خود من سعی کردم در, در حوصله بزاعت علمی کمی که دارم و اینها حداقل در جلسات شما به اونها بپردازم چون من فکر میکنم این در مشکل اصلی امروز جامعه ما همین خرافات هست و همین خرافات هستند که صد صدید برای اقبال جوانان به دین ایجاد میکنه و اون بحث های خیلی فلسفی انتزاعی که فقط ممکنه یک درصد دو درصد جامعه ما دلبسته اونها باشن کاری از گرهی از کار فروبسته توده های مردم ما نخواهد گشود این به حال انتقادی است که من به نواندیشی دینی دارم ممنون از لطفتون امیدوارم که توفیق داشته باشم که بتونم زودتر از اون چیزی که فکر میکنیم شما این جلسات رو متداوم داشته باشین و ما بهره ببریم انشاءالله با دعای خیلی شما باشین ممنون باشی. سلام و خیلی متشکر از لکچر بسیار جامع و جالبتون و با عرض تسلیت برای درگذشت دوست عزیز که صداش همچنان در گوش ما هست من ایشون رو ندیده بودم هیچ وقت ولی واقعا صداش با من هست برای همیشه من سالهای زیادی که در آمریکا هستم ولی با ایرانی ها در ارتباط هستم و با اونهایی که در ارتباط هستم اینها دو گروه هستن بعضیاشون که اونها مهندس هم هستن و تحصیلات عالیه دارن خیلی راجع به ظهور امام زمان ریتین 5 or 6 years حرف میزنن و منتظر هستن و اعلامیه میفرستن که در 5 سال آینده حتما امام زمان ظهور خواهد کرد و میگم اینا هم گروه های تحصیل کرده هستند. گروه دیگه که یک عینکی به چشم زدن که هیچ چیز قشنگی رو نمیخوان قبول کنن که این حکومت انجام میده. مثلا اخیرا گویا یک همایشی از زنهای تاثیرگذار یک گرد همایی کنگره ای ایران با خرج زیاد هم تشکیل داده و این رو خیلی مورد مسخره قرار میدن و هر کار تلاش دیگری رو که ایران بخواد بکنه خونسا بکنه مثلا این اعتراضات و اینا رو خلاصه میخواستم اگر ممکنه هم نظرتون رو راجع به این گروه که منتظر ظهور امام زمان به زودی هست و هم در این کنگره زنان تأثیر گذار که خیلی مورد مسخره قرار گرفته اگر ممکنه بفرمایید مرسی باید. بله من البته با هیچ یک از دو مورد شخصا آشنایی ندارم و فقط میتونم یه نکات کلی خدمت شما عرض کنم ببینید این مسئله ظهور مهدی یه چیزی هست که فقط در جامعه شیعه نیست با عنوان دیگری و شاید خیلی جدیتر و مهمتر در آین زرتشت وجود داره مسیحی ها هم منتظر رجعت مسیح هستند و هر وقت که اوضاع جهان وضع نابسامانی پیدا میکنه ناامیدی از اینکه سیاستمداران و زمامداران بتونن اوضاع رو به سامان بکنن در یه جامعه ای خیلی شدت پیدا کنه اون موقع این گونه افراد خیلی فعالتر میشن درک میکنین چی ارز میکنم یعنی هر وقت یه حالتی باشه که مردم حس میکنن که آقا بزرگان ما رؤسای ما زمامداران ما اینا نمیتونن اوضاع رو به سامان بیارن اینها نمیتونن مش... اون موقع که شما میبینید این گونه امیدواری نسبت به یک نیروی غیبی که مداخله کنه و بتونه اوضاع رو جمع و جور کنه در جامعه شدت پیدا میکنه امروز در سطح جهانی ناامیدی موج میزنه شما این که شما میبینید یه لومپنهایی مثل دانالد ترامپ در آمریکا به ریاست جمهوری میرسن میدونین در اروپا امروز فاشیست ها در coming back درست شد در روسیه یه بابایی مثل این جناب پوتین داره به صورت قهرمان ملی تبدیل میشه اینا همه حکایت از این داره که یه ناامیدی در سطح بین المللی وجود داره درباره اینکه اوغلا بتونن امور رو به سامان بکنن و در چنین فضایی شما خیلی تعجب نکنید امرو مسیحی ها هم میدونید که خیلی اصلا مرتبا هم تاریخ میدن که مسیح is coming back این در اخبار رو مطبعا میبینین دیگه خیلی هم منتظرن که انقریب مسیح دوباره برگرده ولی ازا من تعجب نمی کنم که در بین شیعیان این تفکر نزج بگیره من راسیاتش خودم به عنوان یک کسی که به هر حال در حوزه اندیشه دینی کار میکنم اعتقادی به این گونه باورها ندارم من فکر میکنم ات... از قضای این فکر فکر مخربی هست یه چیز سالمی برای جامعه های بشری نیست اینکه انسان به جای اینکه از عقل خودش از خرد جمعی استفاده کنه که مشکلاتش رو حل کنه هی نگاهش به با آسمان باشه که یکی از قیب بیاد و مشکلاتش رو حل کنه به علاوه اون امام زمانی که شما در متون شیعه میبینید من اصلا فکر نمی کنم اون امام زمان هیچ تناسبی با جامعه مدرن امروزی داشته باشه شما فقط کتاب کتابای حدیث شیعه رو بخونید کتابایی که بزرگان شیعه درباره امام زمان نوشتند اون اصلا سنخیتی نسبتی با جهان مدرن نداره این حرف جدی بگیرید یعنی فکر نکنید من اینجا دارم شوخی با شما می کنم. بستش بمانه برای یه فرصت دیگری اما اینکه امام زمان میاد خب این امام زمان میخواد بیاد چیکار بکنه مثلا توهین به کسی نیست تا واقعا یه سوال باید بکنیم این امام زمان میخواد بیاد چه نظام حکومتی رو برپا کنه اگر به نظریه رسمی و دکترین رسمی تشیع بخواید بپردازید که امام زمان میاد که احکام شرعی رو صورت عملی ببخشه خب این احکام شرعی که امام زمان میخواد بیا تحقق ببخشه همون احکامی هستن که در جمهوری اسلامی هم دارن بهش عمل میشه و مردم صدای مردم ما رو به آسمان برده شما امام زمانی که در متون رسمی شیعه وجود داره گفته میشه که امام زمان یک حاکم مبسوطولیت هست مبسوطولیت میدونید یعنی چی؟ یعنی دستش بازه بله این مبسوطولیت در در لکسیکان امروز سیاسی جهان ما به اسمش میذاریم دیکتاتور در واسیل هم کنار بذاریم دیگه همینه یعنی امام زمان به هیچ کسی پاسخگو نیست به آسمان پاسخگو هست آقا جان شما که تجربه جمهوری اسلامی دارید هنوز دنبال این دکترین ها هستین این ببینید این وقت که من گفتم نو اندیشی دینی ما باید خراف زدایی کنه یعنی واقعا ترک کردن این مسائل جدی هست این مسائلی که در آن the books و توده شیعه به این مسائل باور داره باید این مسائل رو در سطح خی... با یه زبان خیلی ملایمی با یه زبانی که بر دلیل و برهان استوار هست نه با شعار نه با تحقیر نه با تخفیف بلکه با منطق توضیح دادن که آقا جان ما باید بشینیم نقد کنیم آنچه که در متون روایی شیعه درباره مهدویت آمده بشینیم در موردش صحبت کنیم آیا این تصور از منجی اصلا تناسبی با جهانی که ما درش زندگی میکنیم با فرهنگ امروز بشری داره یا نداره پس بنابراین من خودم به جز منتقدان این تفکر هستم و اما درباره اون گروه دومی که گفتی در مورد این سمیناری که شما گفتی تختعی می کنند بله متاسفانه هست. ببینید شما فکر نکنید که حالا مخالفان جمهوری اسلامی به خصوص در خارجت کشور اینا همشون دی رایت آن سپات آن نه اصلا اینطوری نیست. ادبیاتی که اونا به کار میبرن ادبیات سخیفی هست زبانی که به کار میبرن اینا زبان منطق نیست واقعا ببینید شما الان یه من این انتقادات جدیتر به اونا دارم تا به روحانیت شیعه شما حالا فکر نکنید که من موافقم با همین جماعت ایرانی خارج نشین که اینقدر توهین به همه چیز میکنن ببینید من یه چیزی حالا برای شما بگم این رو در کنار بذارم یه کارزاری به راه افتاده من وکالت میدم همه شنیدین دیگه درست میگم من وکالت میدم ها من اینو نشنیدم آه پس خب پس اینو من نمیگم دیگه اگه شما نشنیدید در بیان پاسخ به شما بود اما به هر حال ببینید این شما فکر نکنید که خرافات فقط متعلق به جامعه دینداران هست نه جهان مدرن هم پر است از خرافات ما خرافات مدرن هم داریم و این تایفه دومی که شما الان گفتید انبانشون پر هست از خرافات یه سری خرافه رو پشت سر هم درباره تاریخ ایران جمع کردن خرافاتی رو دور هم جمع کردن یه ایدولوژی ناسیونی همش خرافاته و اینها کار مثبت کم انجام میدن ببینید این طایفه ای اسلام ستیز خارج از کشور نشین ما در این چهل و چهار سال من این رو به خیلی سراحتن بهشون گفتم گفتم شما به من بگید غیر از این که چهل و چهار ساله در بوغ و کرنا کردید که اسلام یک آین زشت زننده قرون بستایی هست کار دیگه ای هم کردین؟ یعنی شما حد اکثر آمدید به مردم ما گفتید مسلمان نباشید هزار تا دلیلم آوردین که چرا مسلمان نیستید خب من میپذیرم جیرم که دلایل شما متقن و کافی اما اینکه کفایت نمیکنه شما حالا باید راه درست هم نشون من بدید حالا منی که آمدم اسلام رو رها کردم شما به من بگید چی رو باید برگیرم چه مکتبی رو باید اتخاذ کنم شما آلترنتیو ارائه دادید شما تنها کاری که کردید آمدید فقط فحش و فضیحت به دین دادید به هر آنچه که جمهوری اسلامی کرده بله ولی آیا راه درست هم نشون ما دادید حالا من که اسلام رو میخوام بل کنم برم بالاخره من میخوام به یه دینی بگیرم اون دین کدومه میگن آقا ما دین زرتشت دین اجداد ما بوده ما باید بریم زرتشتی بشیم برادر من خواهر من شما در خارجت کشور تالا دیدید یک معبد زرتشتی تأسیس بشه چند تا ایرانی شما دیدید که در این 44 سال از اسلام خروج کرده رفته زرتشتی شده تازه اونایی هم که دین اسلام رو بل میکنن اکثرا میرن مسیحی میشن که یه مصیبتی بدتر از اون دین قبلیشون که اسلام هست یعنی اون خرافات اسلامی رو ول کردن حالا رفتن یه خرافات بدتری رو در دین مسیح رفتن برگرفتن پس لذا میخوام خدمت شما اینو رو عرض کنم که اساسا این اسلام ستیزان ضد جمهوری اسلامی که در خارج هستن اینا کار مثبتی برای فرهنگ ما ایرانی ها انجام ندادن هیچ کار مثبت فرهنگی نکردن هیچ کار ای کاش من اینها رو صریحا در لس هم که گاهی با در گذشته با اینها سلام علیکی داشتن گفتم آقا جان شما صبح تا شب نشستید دارید hey, این آیه قرآن اون حدیث اون فلان میارید مسخره میکنید بسیار خوب گیرم که شما راست میگید آقا جان کار مثبت اینه که شما برید بشینید شما که همش میگید فردوسی 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 آقا برید یک کتاب شاهنامه یه د... کلاس های شاهنامه خانی راه بیندازید بیایید شاهنامه فردوسی رو با یه زبان ساده به مردم ما تعلیم بدید که حالا که دارن قرآن رو ول میکنن دست کم برن پیروی بکنن از شاهنامه فردوسی آقا چند نفر ایرانی تو جمع امشب ما هستند که با شاب با فردوسی آشنایی عمیق دارن چند نفر از این ضد دینهای ما فردوسی رو میشناسن کار مثبت میخوام بهتون بگم کار مثبت این اسلام ستیزان جمهوری مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور مطلقا نکردند امروز من حالا اینو هم میگم بعدی شما رو هم مطمئنم آشفته میکنه ناراحت میکنه دلخور میکنه ببینید اگه از من از حمید انتظام بپرسید امروز در سال 1401 خورشیدی یک واژه تو این همه هزاران هزار واژه ای که وجود داره صفت هایی که در دیکشنری وجود یه صفت یه واژه رو برگیر که این توصیف کننده ای ایران امروز باشه من اون واژه رو میدونین چی انتخاب میکنم ابتزال ابتزال فرهنگ رایج بین ما ایرانی های فرهنگ ابتزال هست فرهنگ مبتزل هست دینداران ما مبتزلند ضد دین، زد دینان ما مبتزلند سیاست ما مبتزل هست همه چیز ما به ابتزال آلوده است خب این مخالفان جمهوری اسلامی برای ابتضال زدایی از فرهنگ ما چه کردند؟ اینا اصلا خودشون کانتریبیوت میکنن به ابتضال درک میکنین چی ارز میکنم؟ روشن فکر واقعی کسی هست فارغ از این که دقدقه دین داره یا نداره مهم نیست کار مهم روشن فکر باید تعمیق بخشیدن قنا بخشیدن به فکر مردم داشته باشه یعنی مرد سطح فکر مردم رو ارتقاء بده نه اینکه که مبتزل بکنه و شوربختانه این کسیری از اسلام ستیزان ضد جمهوری اسلامی فقط ابتزال رو در فرهنگ و سیاست ما رواج دادن حال این دو کلمه ای بود که میخواستم در پاسخ سوال, سوال شما بعضی ها مثلا شما مسیحیت رو گفتین بعضی ها رفتن بهایی شدن خلاصه اونم البته ببینید حالا من یه چیز خدمت شما بگم اون کسی که همش سینه زنی می کرده و دین برای او عبارت تر بوده از سینه زنی و شل پختن و اینها این, این فرد وقتی که دین رو ول میکنه اسلام رو ول میکنه میری یه دین جدید اختیار میکنه یقین بدانید اون دین جدیدش چیزی بیش از اون سینه زنی و شل پختن به اون نخواهد داد فکر با. رو باید اصلاح کرد درک میکنین چی میگم اینی که شما بیای اسلام رو ول کنی ولی سطح فکرت همون سطح فکر قبلی باشه مشکلی رو حل نمیکنه شما اون اسلام خرافی رو ول میکنی حالا میری یه دین خرافی جدید برای خودت اتخاذ میکنی کار مهمی می انجام ندادی باید سطح فکر رو ارتقا داد آگاهی رو باید گسترش داد و اجالتا به باور من کار مهم یک روشنفکر، چه دیندار باشه و چه ضد دین همین هست که باید قناب به بخشه تعمیق بکنه فکر مردم رو سطح آگاهی اونها رو بالا ببره یک تونیام ممنونم واقعا متشکرم کاش میکردم اینم ممنون از این سنت